سلام. در بخش چهارم درباره گل‌های شانگهای، فیلم درخشانی که هود سال 98 می‌سازه و مسیری که تا رسیدن به این فیلم طی میشه صحبت می‌کنیم. گل‌های شانگهای آراسته‌ترین فیلم کارگردانشه که با یک کمالگرایی جنون‌آمیز در شکل قصه‌گویی و تصویری ساخته شده. فیلم قصه چند خونه گل سطح بالا در شانگهای زمان قصه اواخر قرن 19 همه و به این خونه مردانی رفت آمد میکنن، به این چند خونه، و هر کدوم روابط ویژه با خانمایی که در اون خونه ها که اصطلاحاً گل نامیده میشن دارن. فیلم قصه این فراز و فرود روابط مردها و زنهای اون خونه هاست. قبل از اینکه به فیلم بپردازیم و به این خونه های گل سر بزنیم و ببینیم اونجا چه خبره، دوست دارم مسیری که هو تا شهر اندوه طی کرده بود رو ادامه بدیم. در تریلوژی تایوان هو دست به تجربه های سبکی متفاوتی با بخش قبل و سینمای قبل از اون داره و به خصوص مهمترین اتفاق توی مردان خوب زنان خوب میفته که سال 95 ساخته شده. در ویدیوهای قبلی سبک سخت هو رو به خصوص تو دوره موجنو مرور کردیم. دوست دارم نمای آخر فیلم مردان خوب زنان خوب رو با هم ببینیم تا بیشتر دربارش صحبت کنیم. دیزاینر چه آگا بوشانی میکن؟ چیکار یونگ پین دین نیا دنگی؟ ایوی گیریم. نم با بوچین وای بین لینو پیشن هایی. 我只希望你给家人联络，好会安慰。当你的喙齿无好，恐怕是恁传统的缺陷，需要及早设法补救。病历太可怜了，恐怕也无熟悉我。父亲、母亲，请免悲伤。 诸位弟妹努力求进，以诸位弟妹的聪明天主，必定有所成就。我永远敬爱你，怀念你，祝福你。后当手术，十月初二，深夜。 به نظر شما این نما رو هو میتونه ساخته باشه؟ این آدمی که مرده و زن داره بر مرگش مویه میکنه، مرد آزادی خواهیه که همراه همسرش از تایوان به چین میره تا به مقاومت مخفی علیه اشغال ژاپن بپیونده و در این صحنه جسدش رو به خانوادش تحویل میدن. ما از طریق صدا نامه‌ای که این مرد به خانواده‌اش نوشته رو میشنویم. این نما به چند دلیل عجیب و استثنائیه. اول اینکه حرکت دوربین و کرین در سینمای هو میبینیم. دوم اینکه اینجا شبیه یک صحنه تئاتره. این ربط به قصه فیلم داره. فیلم بین زمان حال و گذشته رفت آمد میکنه. بین یه گروهی که دارن یه فیلمی میسازن درباره یه گروهی از آزادی خواهایی که دربارشون صحبت کردم و اون فیلمی که ساخته میشه هم لابلای در واقع این بخش ساختن فیلم میاد. چیزی که میبینیم شبیه اجرای عزاداری روی صحنه تئاتره، نه یک صحنه طبیعی و رئال و عینی دوره موج نو هو. و از همه عجیبتر این که در طی نما قاب از سیاه و سفید به رنگی عوض میشه. چنین چیزی در سینمای هو تا اینجا بی سابقه بوده. قبل از اینکه به این لحظه تغییر سبک بیشتر در آثار هو بپردازم، دوست دارم کات کنم به یک فیلم فوق‌العاده دیگه از یک کارگردان بزرگ. ابرهای ماه مه ساخته نوری بیلگه جیلان و یک لحظه تغییر سبک دیگه.
در این نمای کلیدی شخصیت اصلی فیلم یعنی مظفر رو به دشت و خیره به ابرها و درختها بود. همونجور که دیدیم تصویر یک دفعه فست موشن میشه و ابرها سریع حرکت میکنن و سایه های اونا روی تپه ها جلوه غریب پیدا میکنه. این صحنه مهم از نظر شیوه نگاه به مدیوم سینماست. ابرهای ماهمه و سبک جیلان در این فیلم واقع‌گراست و وجود چنین ترفند تکنیکی عجیبی عدول از استراتژی فیلم و فیلمساز به نظر میرسه. این سینمای پس از استادان صاحب سبک سخته. هو بعد از یک دوره طولانی فیلمسازی و جیلان بعد از یک فیلم به نحو چشمگیرتری تمرکزشون رو معطوف به بازی با سبک میکنن. یک جور دور شدن از مدل‌های قبلی و چالش با مدلی که قبلا کار کردن تا سبک خودشون رو همزمان تجدید و غنی کنن. چنین لحظه‌های بیننده‌های پیگیر یک فیلمساز صاحب سبک رو کاملا غافلگیر می‌کنه. در دوره جدید فیلمسازی هو خود قاب مهمتر میشه و رئالیسم، البته رئالیسمی که در فیلم‌های قبلی هم دیدیم وجود داره، رئالیسم کنار نمیره اما به نفع زیبایی شناسی مصالحه میکنه. بعد از مردان خوب زنان خوب هو، خداحافظ جنوب، خداحافظ رو میسازه که یکی از رهاترین فیلم‌های هو محسوب میشه، از این نظر که از سبک قبلی دیگه فاصله گرفته و مدل قصه پردازی متمرکز دوره قبلیش رو هم نداره. این فصل مشهور دیگه یک گسست کامل از سبک دوربین و اجرای هو محسوب میشه. ترکیب حرکت به اضافه موسیقی برای به وجود آوردن حس رهایی و رستگاری چند گنگستر خورده پا در تایوان سالهای 90 میلادی. در فیلمی که اساساً درباره جابجا شدن و حرکته. همونجور که میبینید موسیقی نکته و المان اصلی این دوتا صحنه یکی از مردان خوب زنان خوب و خداحافظ جنوب خداحافظ دیدیم. در گلهای شانگهای هم موسیقی نقش تعیین کننده داره. میبینید که دیگه خبری از اون دوربین ثابت نیست. اون سکون و ایستایی فیلمهای قبلی هم از بین رفته و به یه تحرک در قاب رسیده. با چنین پس زمینه ای میرسیم به گلهای شانگهای.
در ویدیوهای قبلی اشاره کردم که چطور میز غذا و بازی برای هو تبدیل به یک موتیف بصری میشه و از علاقش به چنین صحنه‌هایی گفتم و اشاره کردم که چطور در شهر اندوه با لنز تله فشردگی در قاب و کمپوزیسیون ایجاد میشه. این فصلی که میخوام با هم ببینیم سکانس شروع فیلم گلهای شانگهاییه. بخشی از اون فصل طولانی رو میبینیم. کارکترهای زیادی تو صحنه هستن. یک کارکتر اصلی وانگ نقش اصلی در واقع فیلم که تونی لونگ نقشش رو بازی میکنه، به اضافه یه استاد هونگ که یه پیرمردیه که نقش تعیین کننده در روابط خانه‌های گل داره و چند شخصیت دیگه با اطرافیانشون دور یک میز نشستن و بازی میکنن و مینوشن. دوربین هو این بار نه اون دوربین ثابت موج نوئه و نه اون دوربین ثابت فیلم شهر اندوه که قاب‌های فشرده به ما نشون میداد و صحنه ها رو به شکل چگال و دور از سوژه بازنمایی میکرد. حرکت دوربین سیال این فیلم به قاب های فشرده فیلم های قبلی اضافه شده. با هم ببینیم این نمای اول رو. این نمای اول فیلم بود که تا به آخر به دلیل طولانی بودن ندیدیم، اما چون این صحنه چهار بار دیگه یعنی صحنه میز غذا و بازی رو در فیلم میبینیم. نه تنها این صحنه که در همه بخشای فیلم با این دوربینی که خیلی ظریف در حال رقصیدن هستش روبرو هستیم. انگار دوربین داره قوس‌های کوچیک از محیط یک دایره به دور میز رو طی میکنه. البته همیشه این نیستش. این ترکیب میشه با پنی که داریم میبینیم که شخصیت‌ها رو بیشتر در قاب بگیره و کمی نزدیک بشه یا اونها رو در واقع به شکل کادر نشون بده. اما این همیشه همراه با اون حرکت سیال دوربین هستش. دوربین این قوس‌های کوچیک رو طی میکنه و
این حرکت های رفت و برگشتی و با فاصله از میز که خیلی به که خیلی هم به کاراکترها نزدیک نمیشه و نقش دخالتگرم نداره رو میشه به نوعی به زاویه دید ناظری در اطراف میز در واقع اون رو نسبت دادش، انگار نمای نقطه دید یکی از خدمتکارا یا کسایی که دارن اونجا سرویس میدن، یا نمای نقطه دید یک ناظر نامرئی، اینجور که خود هو دوست داره توی مصاحبه هاش بگه هستش. سبک دوربین فیلم گلهای شانگهای به شکلی طراحی شده که انگار نمای نقطه نظر یک ناظر نامرئی در صحنه است. به عنوان یه جمله معترضه دوست دارم یه تداعی ادبیاتی سینمایی رو اینجا بهش اشاره کنم که خالی از لطف نیستش. ایده ناظر نامرئی من رو به یاد راوی وسواسی رمان ژالوزی میندازه. اگه رمان رو خونده باشید بیاد دارید که در تمام طول مدت اون رمان بدون اینکه اشاره‌ای به حضور راوی بشه این مرد همسرش رو در خونه و در دید و بازدید با مرد همسایه از لای پرده کرکره و یا از حیات و اتاقها زیر نظر داره. دوربین در گلهای شانگهای هم مثل یه ناظر نامرئی یا یکی از این آدمهایی که دوروبر این میز میچرخه دور میز بازی و غذا میچرخه پنهانی اونها رو زیر نظر داره. مواجهه با چنین جمعی در شروع فیلم برای بیننده نوعی سرگیجه به دنبال داره، انگار به شکل ناگهانی به درون یکی از قابهای چگال فیلمهای قبلی هو پرتاب شده ایم. صحنه همینجور که میبینید در این دوتا عکس انباشته از آدم هاست. نما به طرز غیرعادی هم بدون قطع ادامه پیدا میکنه. آدم ها همینجور که تو این صحنه دیدیم در همدیگه در هم حرف میزنن و همزمان مشغول بازی هستن که برای بیننده غیر بومی شاید مبهم باشه. معرفی نشدن آدم ها، فشردگی صحنه و هیجانی که شخصیت ها بروز میدن به شکلیه که در بد و عم در شروع فیلم برای بیننده حس نازل شدن در یک جهان و دنیای دیگر رو داره. یه جایی که قواعد و مناسباتش ویژه است و فرق داره و با مناسبات عینی مربوط به شهر زندگی بیننده. دوربین مدام در حال طی کردن این قوس‌های کوچیکه و در طی این نما بخش روابط آدم ها به شکل غیر مستقیم افشا میشه. اما با شروع نمای بعدی و صحنه های بعدی و فصل های بعدی سوال های تازه و ابهام های جدیدتری راجع به روابط آدم ها به قبلی ها اضافه میشه. در سرتاسر گل های شانگهای مخاطب زبده هم چند قدم از روایت عقبه. چنین فیلمی به خصوص اگه تو سینما و نه نسخه های خونگی با امکان متوقف کردن فیلم دیده بشه اغلب بیننده رو در حالتی از بهت قرار میده، انگار که با اثری با گرایش های معمایی روبروست. فصل های بلند گل های شانگهای با پیچ و خم به یک دیگر دوخته میشن و حرکت های رفت و برگشتی دوربین روی این قوس ها به دور میز شبیه حرکت آونگی آویز هایی که برای هیپنوتیزم به کار میره و با خودش حسی رویاگونه در بیننده ایجاد میکنه، به خصوص با اضافه شدن موسیقی. فیلم به این شکل به یه خواب دیدنی گنگ شبیه میشه و فضا به شکل رام نشدنی غیر عادی و غیر قابل به چنگ آوردن تا انتهای فیلم ادامه پیدا میکنه، مثل اینه که رازی همه چیز رو در خودش گرفته. میشه مفصل درباره میزانسن فیلم، صحنه آرایی و به خصوص نکته اصلی نورپردازی اون صحبت کرد. برای فیلمی که کلیتش در نمای داخلی این خونه های گل میگذره، اما دستاوردهای گل‌های شانگهای محدود به میزانسن و سبک دوربین نمیشه. بیننده که فیلم رو بار اول میبینه چطور میتونه جهان داستانی فیلم رو در خودش در ذهن خودش به شکل منسجمی بازنمایی کنه؟ ما چند قسم موازی تو این خانه‌های گل میبینیم، اونها رو به شکل یک درمیون دنبال میکنیم. این قصه‌ها به هم برش میخورن، اما در صحنه‌هایی که شخصیت‌های اصلی رو میبینیم اغلب اتفاق دراماتیک قبل از اون صحنه افتاده و فقط صحبت کوچیکی درباره پیامدهای اون اتفاق دراماتیک میشه. در واقع انگار این قصه ها شکل نمایشی پیدا نمی کنن. نکته دیگه این که وقتی هر فصل کات میشه به فصل بعد، در هر برش زمانی متوجه نمیشیم چقدر از زمان گذشته. در واقع این
بودن در فضاهای داخلی هم حس زمان رو بسیار پیچیده تر میکنه برای ما. حذف‌های روایی همه چیز رو مبهم کرده. اون چه میبینیم با اون چه قصه فیلمه کاملا متفاوته. این نکته اصلی پیرنگ فیلم هستش. برای اینکه توضیح بیشتری راجع به این مسئله بدم، برای توضیح بیشتر این فرم روایی، دوست دارم از تمایز دو اصطلاح پیرنگ و داستان، پیرنگ یا پلات و داستان یا استوری، از دید فرمالیست ها دوست دارم از تمایز این دوتا استفاده کنم و بتونم بهتر راجع به فرم روایی فیلم توضیح بدم. خیلی ساده میشه گفت داستان یا استوری سیر خطی حوادث و ماجراهاست، اما پیرنگ شیوه ارائه اونها هستن، شیوه ارائه داستان برای تماشاگر. پیرنگ میتونه سیر خطی ماجراها رو از نظر زمانی جلو عقب کنه، بعضی از لحظات مهم یا غیر مهم داستان رو حذف کنه، بخشی از اونها رو نشون نده. در واقع پیرنگ پرزنتیشن داستانه. در بسیاری از فیلم‌های متعارف این دو اصطلاح تقریبا یکی هن. اما در آثار هو داستان و پیرنگ بسیار از هم متمایزن و به همین دلیل تجربه روایی فیلم های هو تبدیل به موضوعی بغرنج گهگاه برای بیننده میشن، به خصوص برای فیلم های رادیکالش مثل آدمکش، استاد عروسک گردان یا همین مردان خوب زنان خوب قبل از این فصلش رو دیدیم. میشه بهتر توضیحش داد و گفت که پیرنگ در آثار هو شبیه یک ماشینه. ورودی این ماشین یک داستان متعارف با سیر خطیه، اما خروجی ماشین تفاوت قابل ملاحظه‌ای با ورودیش داره، چرا که بخش دراماتیکی از ورودی‌ها حذف شده، انقطاع در اونها در سیر تعریف داستان به وجود اومده و لحظه‌های غیر دراماتیک اندازه لحظه‌های دراماتیک برجسته شده و صحنه‌هایی که انتظار داریم ببینیم خیلی وقتها حذف شده و به ما نشون داده نمیشه. اگه از فیلم بخوام مثال بزنم، میتونم بگم رابطه وانگ که تونی لونگ نقشش رو بازی میکنه با ارغوانی پر از افت و خیزه. بعد از چند سال که ارغوانی مشتری اختصاصی وانگ بوده، ظاهرا خیانت میکنه و مهمان یا مهمانهای دیگری رو هم ملاقات میکنه. وانگ با دختر گل دیگه در اونجا همزمان در ارتباطه، یعنی جاسمین. و بعد از اینکه از این خیانت ارغوانی و ملاقات‌های دیگرش با مطلع میشه، با جاسمین ازدواج میکنه. مدتی بعد جاسمین ظاهرا خیانت میکنه و وانگ کتکش میزنه. جاسمین تریاک میخوره و بعد نجات پیدا میکنه. ما به عنوان بیننده کدوم یکی از این بخش‌ها رو دیدیم؟ اگه چندین بار هم فیلم رو دیده باشید، کدوم یکی از این صحنه‌ها نمایش داده شدن و ما اونها رو دیدیم؟ میتونم بگم هیچ کدوم جز یکی از اونها، اونم به شکل نصف و نیمه. ما فقط در گفتگوها بخشایی از اینها رو میشنویم، اونم از زبان یه راویایی که میتونه غیر قابل اعتماد باشن. در عوض صحنه‌های معمولی زیادی رو به شکل طولانی میبینیم. چهار قصه اصلی گل‌های شانگهای قصه‌های متعارفی هستند، اما پرزنتیشن و ارائه اونها یعنی پیرنگ نامتعارفه. اون بخشایی که نشون داده میشه نقاط دراماتیک این داستانی که الان تعریف کردم نیستش. حوادثی که انتظارش رو داشتیم اغلب نمایش داده نمیشه. در عوض همینجور که گفتم صحنه‌های طولانی غیر دراماتیک رو تجربه میکنیم. اون چه نمایش داده میشه بیشتر زمانهای خالی و موقعیت‌های گسسته زندگی این کاراکتراست، بدون هیچ شفافیت روایی و بدون هیچ گرایشی به قصه پردازی که انسجام دهنده باشه. پیرنگ در آثار هو فقط بخشی از نوک کوه یخه و کل داستان اون زیر به شکل ماهرانه‌ای پنهان شده که بتونیم کشفش کنیم. ماشین پیرنگ در گل‌های شانگهای بلاهای دیگه‌ای نیست سر این قصه‌های دراماتیک میاره. مهمترین نکته چینش این قصه ها کنار هم دیگه است با یک نظم و منطق استثنایی که من اسمشو گذاشتم فرم سمفونی. هو پس از دوره موج نو مدل های روایی پیچیده تری رو به کار میبره و بسیاری از اوقات از ایده بست و گسترش در موسیقی سمفونیک استفاده میکنه. یه توضیحی در ویدیو قبل راجع به داستان پولیفونیک شهر اندوه دادم.
اگر خطوط روایی رو با مسامحه به یه ملودی شبیه کنیم، فقط برای اینکه بتونیم این پیچیدگی رو بهتر نشون بدیم، پیرنگ ابتدا با یک ملودی اصلی آغاز میکنه در این فیلم. کمی بعد ملودی دومی وارد میشه که تقلیدی از خط اوله. توضیح میدم اینا که هر کدوم چی هستن. اما مثل موسیقی، اون خط اول باید دچار تغییر بشه و دو ملودی متفاوت به شکل همزمان حالا شنیده بشن، یا چند تا. این همون ایده بست و گسترش در موسیقی سمفونیکه. در گلهای شانگهای قصه محوری یا ملودی اصلی رابطه پر از عشق و نفرت استاد وانگ و ارغوانیه و بلافاصله قرینه‌اش، یعنی رابطه وانگ و جاسمین. اولی این دو کارکتر هستن و دومین رابطه در واقع این یکی هستش. این خط اصلی روایی ما هستش و این تقلیدی از خط اول هستش. میشه گفت روایت فیلم یک تم رو تو گام‌های مختلف اجرا میکنه، تنوع و تغییر میده، اونا رو درهم میکنه و به پیش میبره. برای اینکه بهتر این رو توضیح بدم، اشاره میکنم به اینکه چطور بعد از یک چهارم فیلم که در واقع میگذره، صدای دیگری به موازات این دوتا صدا شنیده میشه و اون قصه رابطه دختری به نام زمرد و استاد لوس، یعنی این دو کارکتر. اما در گامی آرومتر و با فراز و فرودی کمتر، از این پس این چند خط با هم شنیده میشن و نکته بسیار جذاب پیرنگ فیلم یک سوم پایانیه که به موازات این چند خط یه صدای جدید بسیار شبیه ملودی اول به روایت اضافه میشه و اون رابطه استاد روی جوان با یشمیر، یعنی این دو. میشه گفت این یه واریاسیون روی تم اول هستش و ما همزمان در واقع این چهارتا رو از این به بعد از اینکه این خط اضافه میشه در یک چهارم با هم میشنویم و میبینیم. ملودی های اول هم همینجور که گفتم باید تغییر کنن تا اون یک چهارم آخر، یعنی استاد وانگ ترفیع میگیره و از شانگهای میره و این یه تغییر در ملودی اول هستش. همزمان زمرد آزادیش رو میخره و خانه گل رو ترک میکنه، یعنی در واقع این خطوط با تغییر همراه هستن و وقتی خط جدید اضافه میشه، انگار ابتدای ملودی اول رو بیاد میاره. تجربه تماشای گلهای شانگهای شبیه در هم رفتن این ملودیا و شنیدن موسیقی کنترپانه. یک نکته وسواسی و ویری دیگه هو علاقش به عدد 3 هستش. در مردان خوب، زنان خوب، شکل دیگری از این همجواری خطوط چندگانه روایی رو که اونجا 3 تا هستش از طریق 3 زمان مختلف وقوع رویدادها میبینیم. استاد عروسک گردان هم 3 بخشیه. اولی قصه کودکی و جوانی شخصیت اصلی فیلمه که میبینیم. بعدی 6 بخش اجرای عروسکیه که لابلای اونها مثل پاساژ ها میان و نهایتاً بخشایی که کارکتر اصلی پیر رو رو به دوربین میبینیم که داره قصه زندگیش رو روایت میکنه. از همه جذابتر فیلم 3 اپیزودی 3 دورانه که بر اساس ایده موسیقیایی ساده تر توالی شکل گرفته. 3 خط روایی نسخه‌ای از همدیگر که مثل تکرار پشت سر هم یه نوت شنیده میشن. هر بخش هم به شکل جداگونه بر اساس تکرار چند موتیف خاص گسترش پیدا میکنه. توی فیلم 3 دوران در اپیزود اول دریا، مسیر، تابلوهای بین شهری با ترجیبند سالن بیلیارد و در دومی تکرار دیدارهای مرد با فواصل زمانی مختلف در فضای ثابت یه خانه گل که خیلی هم شبیه فیلم این اپیزود دومش خیلی شبیه گلهای شانگهای هستش از نظر فضا و موتیف اون اپیزود نامه ها هستش. در اپیزود سوم هم موتور سواری در خیابون های تایپ موتیف اصلیه و آواز خوندن و قرینگی نامه ها در اپیزود اول و با میان نویس ها در دومی، یعنی کپشن در دومی، و پیامک های تلفنی و اسمس در اپیزود سوم هم یه قرینگی بزرگتری به وجود میاره. بدین ترتیب اگه بخوام خلاصه کنم، فرم روایی در آثار هو جدا از داستان
منطق پیچیده و منحصر به فردی داره که بیننده رو درگیر یه چالش غیر داستانی میکنه. این نکته اساسی اونهاست. و نزدیک بشیم به بخشای آخر این یک این ویدیو ما و نزدیک بشیم به بخشای آخر ویدیو. گل‌های شانگهای پر از ابهام‌های داستانی در خط‌های مختلف قصه‌ها شده، این خطایی که با هم الان صحبتشو کردیم، پر از ابهام زمانی و البته مکانی. ما در چهار خانه گل که در ابتدای فیلم به شکل کپشن اونا معرفی میشن قصه‌ها رو دنبال می‌کنیم. اولی محل ملاقات‌های وانگ با ارغوانیه، یعنی این فضا. دومی جایی هستش که وانگ جاسمین رو میبینه، یعنی این فضا. سومی رو در دو تا تصویر میبینیم، جایی که مروارید هستش. و آخری خانه گل مربوط به زمرد و محل ملاقاتش با لوه. اگه بتونیم این چهار خونه رو از نظر فضا و جغرافیای داخلیشون تشخیص بدیم، بهتر میتونیم بفهمیم هر بار که کجا هستیم. اما خیلی در واقع تفاوت‌ها زیاد نیستن. موسیقی فیلمه که یک پارچگی به این چهار تا فضا میده و حسی از وحدت برای بیننده به وجود میاره. در گل‌های شانگهای یکی از منازعه برانگیزترین ابهام‌ها دقیقا مربوط به همین فضاهای خونه‌های گل هستش. در صحنه پایانی ارغوانی از یک مهمانی که ما نمیشناسیم پذیرایی میکنه بعد از اینکه وانگ از شهر رفته. یکو ما صحنه ای رو میبینیم که یک کاراکتر جدید در اون هستش و بلافاصله میتونه بازنمایی باشه برای ما که یک گسسته داستانی داریم و فیلم داره تموم میشه. در این صحنه هو با تفره رفتن از نشان دادن نمای نزدیک از صورت اون مهمان ما رو درباره هویت اون دوچار تردید میکنه. تو اسلاید بعدی این صحنه رو کامل میبینیم. این منازعه مربوط به در واقع برخوردیه که منتقدهای مختلف وقتی نقد کردن فیلم رو از خودشون در واقع این واکنش‌های متفاوتی نسبت به این صحنه از خودشون نشون دادن. رابین وود منتقد مشهور در مقاله‌ای که درباره فیلم نوشته، اعتقادش این بوده که اون مهمان اصلا استاد وانگه، یعنی این شخصیت. من این دوتا تصویر پایینی رو در واقع مربوط به صحنه آخر دارم و اینو در مقام مقایسه نسبت به جایی که خود وانگ با ارغوانی در ابتدای فیلم و میانه فیلم در واقع قرار ملاقات داشت، به عنوان مقایسه اینا رو کنار هم گذاشتم. رابین وود میگه این شخصیت خود وانگ هستش که اگر در واقع چند بار صحنه رو جلو عقب ببرید و یا مثل من این صحنه ها رو در واقع کپچر کنید و با همدیگه مقایسه کنید، متوجه میشید که به احتمال بسیار زیاد این شخصیت وانگ نیست. میتونیم همینجا در واقع در همین کنار هم گذاشتن این تصویرها این رو بهتر ببینیم. اگرچه در واقع در تماشای اول امکان داره این تردید به وجود بیاد. این تفاوت، یعنی اینکه این وانگ با این شخصیت وانگ باشه یا یک مهمان جدید باشه یا اون شخصیتی که ما قبلا حس کردیم که ارغوانی باش در ارتباط بوده باشه، در واقع یه اهمیت داستانی ویژه داره، چرا که پایان فیلم هستش و به نوعی در واقع میتونه معانی مختلفی ایجاد کنه و حس صحنه رو و در واقع مسیر روایت رو و پایان روایت رو متفاوت کنه. یک منتقد خیلی مشهور ژاپنی به اسم شیگه هیکو هاسومی در مقاله مهمی که درباره گل‌های شانگهای نوشته، اگرچه تایید میکنه که این مهمان در این صحنه وانگ نیست، اما به طرز عجیبی مثل رابین وود میگه که مکان این صحنه هم در واقع یه خانه نامعلومه، یه اتاق رنگ رو رفته است که از نظر این منتقد در واقع این صحنه مربوط به اون خونه گلی که اول ارغوانی داشته وانگ رو اونجا ملاقات میکرده هیچ ارتباطی با اونجا نداره. و
در واقع اگر مثل این جا که ما اینها رو با هم مقایسه کردیم، دو تصویر بالا که مربوط به وانگ هستش رو شما از هر نظر مقایسه کنید با تصاویر پایین، متوجه میشید که به احتمال خیلی زیاد مکان یکسان هستش. تطابق نمای این صحنه نشون میده از پنجره و به خصوص کف اتاق تا تزئیناتی که روی درهای چوبی وجود داره، نشون میده که اونجا احتمالاً همون خونه گلیه که ما از اول فیلم محل ملاقات‌های وانگ با ارغوانی بوده. وقتی تو صحنه پایانی ارغوانی رو با این کاراکتر میبینیم، کاراکتر جدید میبینیم، پیش خودمون میگیم آیا زمان زیادی گذشته؟ آیا ارغوانی دوباره به خونه بازگشته؟ دستگاه روایی او همجور که گفتم یه ماشین منضبط ارائه اطلاعات قطره چکونیه که به شکل بازیگوشانه این حساسیت ها رو به وجود میاره و این سوال ها رو ایجاد میکنه و اجازه نمیده نسبت به زمان و مکان صحنه شما اطمینان داشته باشید. برای همینه که حاصل این صحنه پایانی یک ابهام فراگیر در کلیت فیلمه و یک ابهام فراگیر در سرنوشت ارغوانی و رابطهش با وانگ هستش. بیننده در این آثار هرگز پاش بر زمین سفت نیستش. فیلم رو بارها و بارها میبینه و هر بار که در این فضاهای مبهم و شناور نکته کشف میکنه، احساس میکنه پی به یک راز یگانه ای برده که فقط اونو فیلمساز میدونن. این کیفیت مثل یه میدان مغناطیسی که اونو به تماشای دوباره فیلم ها میکشونه. چیز شبیه جاذبه ای که وانگ رو هر بار به سمت این اتاق ها و آدم ها و میزهای بازی و غذا میکشونه. و ببینید این صحنه رو یکی از پیچیده ترین پایانهای تاریخ سینما و بشنوید موسیقی که هر بار شما رو دعوت میکنه به تجربه این جهان استثنایی.